واسألهم عن القرية التي اینجا الله سبحانه و تعالی قصه دیگری از قوم یهود را بیان میکنه که در زمان داوود علیه السلام این قصه پیش آمده است. اکثر مفسرین میفرمایند که این قریه شهر ایله است که این در ساحل بحیره قلزوم که بین مدین و کوه تور واقع بود، این اهالی نزدیکی دریا زندگی می نمودند و این مردم که بود شوقین ماهی بودند، شوقین ماهی و ماهی ها که بود طبق قرآن به ما می گوید روزهای شنبه ماهی ها سر آب شنا می کردن، سر آب می آمدن، گردانه خود بیخی بالا می کردن و یارم منع شده بود که روز شنبه شما اجازت ندارن که شکار کنین، چون در دیگر ادیان روز شنبه به یهودی ها روز شنبه و به عیسوی ها روز یک شنبه روز عبادتشان بود که مختص به عبادت بود که در این روز کار دنیوی تو اجازه نداری. این خود مسلمان هاست به برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما کار دنیوی هم کرده می توانیم، اما او اجازه نداشتن که روز شنبه که روز عبادتشان است شکاری کنن یا کارباری کنن بستزی کنن. و ماهی ها هم می فهمیدن که روز شنبه خود ما شکار نمی شویم یا با سر آب می آمدن شنا می کردن، خود نشان هم می دن، خود دلشان هم بشارانه. یا وقتی که می دیدن که این روز شنبه خود ماهی ها سر آب می آن، اما ما منع شدیم، هیله ای نمودن، هیله این تو نمودن که در نزدیکی دریا یا حوضهای حفر نمودن، حوضهای حفر نمودن، چون روز شنبه وقتی که آبم زیاد می بود و این ماهی ها که وقتی قلقل خیز می زن از این جوچه ها داخل حوضها می آمدن و در آخر روز یا حوضها را بند می کردن و روز دیگه ای که روز یک شنبه است او شکار می کردن. با این تو اشاره نشان دادن که نسته ای که ما روز شنبه شکار نکردیم بلکه روز یک شنبه شکار نمودیم. یا وقتی این کار آهسته آهسته این حیله ایشان بود، الله سبحانه و تعالی یا رخ چی نگفت، با اقدام به شکار نمودن روز شنبه نمودن که منع بودن. وقتی که اقدام به شکار نمودن کردن امو است که قصه شما میخوانیم اینجا نه با تفصیل بیان میکنیم. واسألهم عن القرية التي، واسألهم سوال کن ایشان را، عن القرية التي درباره قریه که، یعنی سوال کن چطور یهودی ها را، بخاطر در تورات بود این قصه ها، در تورات ذکر شده بود. التي كانت حاضرة البحر، عن قريه که بود حاضرة البحر در کنار دریا، اذ یعدون فی السبت، وقتی که از حد گذشتن در باره روز شنبه، اذ تأتیهم حیطانهم، هنگامی که می آمد نزد ایشان ماهیان، یوم سبتیم روز شنبه، شرعن رو بروی آب، بروی آب می آمدن، و یوم لا یسبتون، وقتی که روز شنبه نمی بود، لا تأتیهم این ماهیان نمی آمد پیششان، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، این چنین نبلوهم می آموزیم آزمایش میکنیم آن کسانی را که چی است؟ یفسقون، نافرمان هستن. اول قصهش الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، یا که روز شنبه تجاوز نمودن چی شد؟ و اذ قالت امه منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم، یاد کنان زمانی را که امتم منهم گفت یکی از گروه دیشان، لما تعیذون قوما چرا وعث میکنین نصیحت میکنین قومی را که الله مهلکهم، الله هلاک میکند ایشان را، او معذبهم عذابا شدیدا، یا عذاب میداد ایشان را، عذاب دردناک، عذاب سخت. ای تو بود که دی قوم سه گروه شد مردم. یک گروه آن کسانی بودند که دایرکلی شکار نمودن روز شنبه، ماهیگیری شروع کردن و تا یه حدی رسیدن که ماهی ها را در بازار می بودن فروخت می کردن، به شرا شروع شد در بینشان، یا جدی شدن برگناه نمودن. و قوم گروه دوم که بود این کار را که می دیدن یا را باز داشتن، این کار نکنین او مردم این کار را، عذاب الهی میاد بر سرتان. و این کار را که گفتن وعظ و نصیحت کردن یا هم مایوس شدن که عجیب قوم از بگبر نمیشه. و آن این قومی که این یهودی ها را به یک چند مدت نصیحت نمود، آن این قوم اون علما و صلحا که همیشه در پشت جامعه مثل تبلیغی ها وره همیشه در پشت او مردم، نکنی این کار را، این کار غشت است،
یار نصیحت میکنه که الله یار عذاب میده، یار الله هلاک میکنه، یا چه شما نصیحت میکنین؟ یا علما و صلاحا چی میگن؟ قالوا معذرتا الى ربكم، گفتن معذرتا الى ربكم، تا ما عذری داشته باشیم به سوی پروردگار. ما میفهمیم که یا به گفت نیستن، ما میفهمیم که یا باز نمیآیند، اما یک معذرت یا پیش الله داشته باشیم، یک عذری به پیش الله داشته باشیم که یا الله ما خیار را باز داشتیم. زمیداری که بر سر ما حائل بود، دعوت، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، ما نبودیم. الله یا الله کار زیاد که باز نیامدن. ولعلهم یتقون، و تا باشد که ایشان بترسن، یکی معذرت به پیشگاه الله سبحانه و تعالی، و دوم چی؟ و دومی است که امید است از رب تبارک و تعالی که از گناه خود باز بیاید. سی کامون جان، علما نه، علما در زمان، علما یا غیر عالم، وقتی یک کسی را میبینی در عمل ناشایسته است، باز بدارش. ای تو فکر نکن که هزار مرتبه را گفتم و باز نمیآید، صد دفعه را گفتم، تو خود نمیفهمی. ما روز نصیحت میکنم، نصیحت میکنی اگر به گفت نشد، اگر باز نیامد هم، اما تو یک عذری به پیشگاه الله سبحانه تو پیش کرده میتوانی، یا الله فلانی بندیت را من باز داشتم، یا الله فلانی بندیت را من نصیحت نمودم، اما او به گفت نشد. و دیگه این است که وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، شما نصیحت کنین، واقعا نصیحت مؤمنین را نفع میده. بعضی مردفه اگر این نفر را نفع نده، خود انسان را نفع میده. خود وقتی که یک نصیحت میکنی یک نفر را یک نفر را از یک عمل زشت باز میداری، اگر او گناه در خودت باشه، نفس از ضمیرت به خودت میگو که تو فلانی را از یک عمل باز میداری، ما خودت یک عمل را میکنی. بار دوم اگر اون نفر را ببینی، از شرم از خود یک عمل را انجام نمیدهی. فایده داره نصیحت، هر در هر صورت فایده داره. و این علما که یارا باز داشتن، اما یا باز نیامدن، قرآن میگو فلما نسو ما ذکرو به، پس وقتی که فراموش کردن، ما ذکرو به، با آنچه که ایشان را پند داده شده بود، یا باز نیامدن، انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم آن کسانی را که منع میکردن از کار بد، و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، و اخذنا گرفتیم آن ظالما را بعذاب بئیس، بعذاب بدی، بعذاب سخت، بما کانوا یفسقون، بسبب فسقشان، فلما عتوا وقتی تکبر کردن، اما نهو عن، از ترک آن چیزی که اینا منع شده بودن، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، گفتیم به ایشان که شوین مثل بوزینه ها ذلیل، مثل شادی های ذلیل. ایتون شد که وقتی یا باز داشتن، او مردم نکنین، این عمل ناشایسته است، زشت است، او شما صوفی صاحبا همیشه کار شما ملا صاحبا میاد، یار ایتو تانه میدادن، گفتن باز نمیایی. و این صلحا هم گفتن وقتی که ما که این مردم باشیم، به ما هم اعمال جا اثر میکنه، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، یا مردم های زشت هستن، صحبت در ما اثر میکنه، دیوار زدن به این. گفتن این طرف آن کسانی که تعدی و تجاوز میکنه، نافرمانی میکنه، بگفت نیست، این طرف قریه دیوار زدن. و علما و آدم های صلحا، اتقیا، نیک، پارسا، این طرف دیوار. وقتی که صبح خیستن، این صلحا و علما دیدن که اون طرف قریه یک سر تا سر خاموشی است، یا تعجب شدن که مردم اصلاح شد، این مردم آدم های نیک شدن. وقتی سر دیوالا برآمدن که دیدن که همه ایشان چهره هایشان به بوزینه ها تبدیل شده است، به شادی تبدیل شده است. امام قتاده رحمه الله و تعالی می فرماید سار شبان و قردت قردتن، آن کسانی که از آن مردم نافرمان جوان بودن، خداوند متعال چهره هایشان را به شادی مبدل نمود، و شیوخ و خنازیر و آدمایی که موسن بودن، عمرشان زیاد بود، خداوند متعال چهره هایشان را به خنزیر مبدل کرد. یعنی جوان ها به شادی مبدل شدن، و مردمایی که عمرشان کلان بود، سنشان بزرگ بود، ریسفیدهشان به خنزیر تبدیل شدن. یه وقتی که دین عجیب ایران یخ نشناختن به خاطر همه شادی خنزیر، وقتی که پیش از وارفتن ای تو وامی آمدن پیش از یا
یا را استشمام میکردن، بو میکردن و میشناختن که کی است، که فلانی فلانی است، اما یا نمیشناختن، گریان میکردن، اما گریه وقت فایده نداشت. بعد از 3 روز همه ایشان چون مست شده بودن، همه ایشان هلاک شده، همه ایشان. از این دعای برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم است که یا الله امت من را مثل امتهای گذشته مست نگردان، امت من را مانند امتهای گذشته مست نگردان. این خو برکت دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم است که این امت با وجود این همه شرارت ها، با وجود این همه گناه ها، مست نمی شوند. مسخ صورتن، چهره ما به شادی مبدل نمی شود. چهره ما یعنی از دست جمعی امت، چهره امت به خنزیر تبدیل نمی شود، به خرس خوک تبدیل نمی شود، اما مسخ روحی آلا ایجاد داره، موجود است. اگر انسان از نافرمانی باز نیاید، از احکام شکنی باز نیاید، چهرهش خود چهره انسان می باشد، اما قلبش از خنزیر خوک هم کرده بدتر می باشد. ای خود ای خود علما که عجب می باشن رحمت الله هست. بعضی مرتبه خود نمی فهمیم، وقتی یک عالم یک ساله در قریه می باشه، در قومی می باشه، چه که اعمال زشت به برکت از او منع می باشه، به برکت او مسدود می باشه، ما نمی فهمیم. یک جای فامیلی یک مردمی می خواهد که بیادر سازنده را بیارن، موسیقی را بیارن، یک حکم شکنی الله را کنن، نه والا فلو اگه بیاریم موسیقی را، یعنی اوهم شکنی کنیم، فلانم آدم صالح خفه میشه. یک نفری از میخواه که بروه، یک نفری از میخواه که در جای حرام، در جای که نافرمانی از الله سوی شرکت کنه، نه نمیشه والا فلانش آدم بفهمه کار ما خراب است. از ترس از اون، یعنی صلاح بودن صلاحا و بودن علما یک نعمتی است که انسان نمیفهمه، یک سد الباب است. اینا چون سگ گپ علما نشنیدن، گپ صلاح را الان که صلاح و علما به خیر خویی از ما میگفتن، یا میده نی گپای ناقی میزنه، یا میشه ما را من میکنن، اما نتیجه تن اگه ببینین عذاب بالای کی آمد، بالای و اشخاص آمد. خداوند خوار ذلیل دی دنیا هم ذلیلشان کرد، در آخرت خود ذلیل هستن. از این ما فهمیدیم که وقت یک عالمی یک صالحی پیش دی من این را من عرض بدارم، مثل که این قوم با علمای خود کینه دوزی نمودن، با علمای خود عداوت نمودن، خداوند جسمن و روحن آنها را مبدل به بوزینه ها ساخت. اگر ما خدا نخواسته به یک عالمی که واقعا عالم متقی باشه، خیرخواه ما باشه، خیرخواه ملت باشه، خیرخواه جامعه باشه، ما با او کینه دوزی کنیم، عداوت داشته باشیم، بدگویان را کنیم، چه رقم خو مست می شویم؟ قلبن ضرور به ضرور مسخ میشوید، قلبن خداوند مسخ میسازن. ای تو از انسان رو این وقت الحمدلله چهره خوب زیباست، این خوب بازبالله را مستم، اما میبینی که نصیحت کن، این نصیحت دیگه کار نمیکن در قلبش، بخاطر قلبش قلب خوک واری شده است، قلبش قلب خنزیر واری شده است، قلبش قلب شادی واری شده است، قلبش الله سبحانه و تعالی مسخ نموده است. این نصیحت در قلب از او اثر نمیکنه، بخاطر چی؟ در قلبش کینه با علما داره، کینه با صلحا داره، کینه با برادران تبلیغی جماعت داره، که به خاطر ما و تو ما در پشت دروازه که بیاد 3 روزه بیاد، بیاد در مسجد، باید نماز شام تبلیغ است، باید نماز خفتن فضایل اعمال خوانده می شود. از این هم فهمیدیم اینو به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم است که چهره ما مست می شود، اما قلب انسان ها مست می شود. ما یک مثال بهتون که دیگه هم واضح شوه، یک انسان است بخاطر پول، بخاطر پول یک نفر را قتل میکنه، یعنی بخاطر بسیار یک پول ناچیزه، 5000 بتی می 5000 بتی 5000 افغانی سر یک نفر بگو میارم باشه، بود ببین چه رتن آدم بسیار آدم خوب است، اما قلبش مست شده است، قلبش خشیت الله در دلش نیست، مست شدن خودم شاخ دم خونه دارد. وقتی خشیت الله از دل برایه، محبت الله از دل برایه، محبت رسول الله از دل برایه، خیرخواهی دین از دل برایه، خیرخواهی امت از دل برایه، این خود مست شدن است. این چی است؟ مست شدن. و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، همیشه با نصیحت کنید چون نصیحت مؤمنان را نفع میدهد. و این قوم مست شدن، الله سبحانه و تعالی اینها را مثل که امام قتاده رحمه الله تعالی میفرماید، جوانها را
به شادی مبدل نمود چهره هایشان را و شیوخ ایشان را کلانسال ایشان را به خنزیر. و آخر دعوانا ان الحمد لله.